اینستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا در گزارش گفته است که ادعای امارت اسلامی برای مبارزه با داعش و قطع ارتباط با القاعده فاقد معنا است. این نهاد پژوهشی افزوده است که حکومت کنونی افغانستان ادعای مبارزه با داعش را برای جلب حسن نیت واشنگتن مطرح می کند. در همین حال یک کارشناس اینستیتوت مطالعات خاورمیانه در مطلب گفته است که نیاز است تمرکز بر مرکزهای اصلی داعش خراسان در افغانستان و پاکستان گسترش یابد. امارت اسلامی اما این ادعاها را بی بنیاد و پروپاگند خوانده و میگوید که شماری از کشورها به دنبال بزرگنمایی گروه داعش در افغانستانند. بی‌معنا خواندن ادعای امارت اسلامی برای مبارزه با گروه‌های هراس افغان در افغانستان. انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا در گزارش گفته است که ادعای امارت اسلامی برای مبارزه با داعش و قطع ارتباط با القاعده بی‌معنا است. این مرکز افزوده است که حکومت کنونی افغانستان ادعای مبارزه با داعش را برای جلب حسن نیت واشنگتن مطرح می‌کند. این نهاد استرالیایی همچنان هشدار داده است که خطر تروریسم هم در افغانستان و هم در منطقه در حال افزایش است و حملات اخیر داعش در قندهار و مسکو باید به قدرت‌های منطقه و جهان انگیزه ی لازم برای مبارزه با تروریسم را بدهد. حملات تروریستی هفته گذشته در مسکو و شهر قندهار در جنوب افغانستان بار دیگر شبهه تروریسم بین المللی را برانگیخت. گفته‌های حکومت افغانستان برای مبارزه با تروریسم بی‌معنا و پوچ است. نگرانی های این کشورها را از راه های دیالوگ و گفتگوها رفع بسازد و به این نگرانی های کشورها باید نقطه پایان دهد. در غیر آن فاصله تعامل سیاسی کشورها با افغانستان بیشتر خواهد شد. امارت اسلامی اما این ادعاها را بی بنیاد و پروپاگند خوانده و میگویند که شماری از کشورها به دنبال بزرگنمایی گروه داعش در افغانستانند. امارت اسلامی افغانستان نیروهایش از تمام مراکز دیپلماتیک سفارتخانه به شدت محافظت. داعش در افغانستان در حالتی نیست که ساحات امنیتی را مورد حمله قرار بدهند و آنها کاملا در حالت نابودی هستند. فقط آنها جنایت را آفریده میتونند که ساحات غیر امنیتی یا ساحات ملکی را گاهی وقت مورد حمله قرار میدن که جنایت بیش نیست، ولی در تمام ساحات که امنیت آن از طرف نیروهای امنیتی گرفته شده به خصوص ساحات دیپلماتیک، اوجا کاملا اطمینان داریم که داعش جنایت را نمیتونه و ما اطمینان میتونیم که هیچ سفارتخانه آسیب انشالله نمیبینه و ما متوجه امنیت آنها هستیم. در همین حال یک کارشناس انستیتوت مطالعات خاورمیانه در مطلب گفته است که نیاز از تمرکز بر مرکزهای اصلی داعش خراسان در افغانستان و پاکستان گسترش یابد. پیش از این نیز امارت اسلامی حضور داعش در افغانستان را تکذیب و مطالب اینچنینی را به اساس خوانده است.